من یک بار دیگه هم عرض کردم، ممکنه یک کسی بگه من اصلا حرفای آقای خمینی رو قبول ندارم، حرفای اون یک کسی رو قبول ندارم، اینا مهم نیست. ما مهم این است که برای اقشار مختلفه که پشت این شعار واحد ملت جمع شدن شعارشون داشته باشیم، و اون طرف مهمتره، برای کسایی که پشت آقای خامنه ای ایستادن بتونیم تجزیهشون بکنیم و بتونیم بگیم که هیچ احتیاج نداره همتون بریم پشت یک نقطه، هر کدومو با یک زبونی حرف بزنیم. بنابراین اگر آقای خمینی رو پاره ای از مبارزین ما مطرح میکنن، دیگران ولو قبول ندارن باید دفاع بکنن از این شعار، برای اینکه در صف اون طرف اختلاف میندازه. و این کار رو فردا به نظر من تمام کسانی که میرن باید بکنن. و نکته دوم که خیلی مهمه، آزمون خیلی مهم نیست برای همه ماها، این است که ببینیم آیا اجازه میدن آقای مهندس موسوی به این مراسم بیاد یا نه. اگر آقای مهندس موسوی نیامد، وای به حالشون، وای به حال اونهایی که حسر خانگی کردن ایشون، چون این روزا خیلی زمزمه این هست که آقای مهندس موسوی در حسر خانگی و محدوده. آزمون خیلی خوبی است که اگر آزادانه ایشون تونست بیاد به این مراسم، معلومه که خیلی خوب حضور داره و در حسر نیست. ولی اگر نیاید ایشون، اون وقت به طور جدی مبرمترین وظیفه همه ماها این میشه که رئیس جمهور منتخب رو و که رهبری جنبش رو به دست داره از حصر بیرون بیاریم و آزادانه بتونیم باهاش ارتباط بگیریم و حرف بزنیم. ارتباط بدنه با رهبری جنبش مبرمترین چیزیست که الان در دستور همه ماها باید قرار بگیری و فردا آزمون خیلی خوبیست. من همینجا این نکته رو هم اضافه بکنم که آقای مخملباف اطلاعیه خیلی خوبی داده خطاب به آقای مهندس موسوی که رئیس جمهور موسوی، رئیس جمهور مایی و تو از ما، از مای ملت تحرک بخواه، اعتصاب بخواه، فعالیت بخواه، ما انجام میدیم. به نظر من این حرف منطقی و خواسته منطقی است. من مطمئنم آقای مهندس موسوی هم این رو متوجه هست که برای اینکه کودتاچی ها را عقب برونه، الان که اینجور پررویی میکنن و جلو میان، احتیاج به این هست که ایشون حضور داشته باشه و یک فعالیت جدی، یک اکسیون بزرگی رو ملت بکنه، حضور خودشو نشون بده که فکر نکنن که مردم مثلا دل سرد شدن نشستن یک کناری. این خواسته به حق است که از آقای مهندس موسوی باید خواست. و شرط جلوتر این، شرط اولیه تر این است که ما آقای مهندس موسوی رو فردا در مراسم هفته تیر در مسجد قبا پشت حسینیه ارشاد در تهران در خیابان شهرزاد ببینیم. اگر خدای نکرده ایشون به هر دلیلی نیاد، این سوال مطرح میشه که پس در حصر خانگی است و وقت قدم بعدی باید که همگی متحد شیم که رئیس جمهور منتخب رو باید جایی باشه آزادانه ببینیم و بتونیم باهاش ارتباط بگیریم. من همینجا عرضم رو تموم میکنم و ادامه این بحث رو میگذارم در قسمت بعدی که فکر میکنم به دنبال همین نوار در همین امروز اون رو منتشر بکنم. سلام مجدد. همون شنبه 6 تیر ماه 88 ولی ساعت 11 و نیم شب ادامه اون بحث. من قبل از اینکه باز وارد محتوا بشم یک نکته دیگری رو بگم، به دلیل شاید صدها ایمیلی که به این مضمون اومده که سرعت اینترنت در ایران پایینه و متن این صحبت‌ها از درخواست کردن، من بگم واقعا نمیتونم بشینم بنویسم یا پیاده بکنم خودم. خواهشم از دوستان این است که بعضی ها که فرصت دارن، امکان دارند، زحمتی بکشن پیاده کنن، برای همین ایمیل بفرستن. من یکیشو انتخاب میکنم یا یکی دو نفر که بکنن میتونم بگم بقیه دیگه نکنن و اون پیاده شده رو روی اینترنت قرار بدیم، وگرنه شخصا نمیرسم که پیادهش بکنم یا امکاناتی داشته باشم که این کار بکنم. رضا من خواهشم این است که برای کمک به دوستانی که با سرعت پایین اینترنت نمیتونن
تصویر و یا حتی صدا رو بگیرن، متن پیاده شده رو بعضی ها زحمت بکشن و کمک بکنن، یک تصویر ما بکنیم و بذاریمش روی اینترنت تا برای اونها قابل استفاده بشه. ولی برگردیم حالا به بحث خودمون. من خبرهایی که دارم این است که خیلی ها قسمان نوشتن که ما در اکسیون های عمومی، اکسیون های در واقع فرسایشی عمومی که اکسیون های به اصطلاح تضعیف روحی اسمش رو باید بگذاریم، با فیکساتور روی خیلی جاها نوشتیم میکشیم یا بادکنک هوا کردیم یا شکل کشیدیم و یا اینکه روی علائم راهنمای رانندگی کشیدیم که به چشم همه بیاد. من واقعا حالا کاری ندارم کجا چطوری اینها، ولی نفسش زنده بودن رو نشون میده. ببینید یک نکته اساسی جون مبارزه با کودتاگراست، یک مسابقه بین ملت و کودتاگرا هست. اونها سعی میکنن با سرعت، با حد اکثر سرعت جرد مرگ، وحشت و ناامیدی سر جامعه بپاشن. تمام حقه کودتاگرا اصلی ترین استراتژیشون این است که با تمام سرعت جرد مرگ، وحشت و ناامیدی سر جامعه بپاشن و تمام مقابله ما، تمام خلاصه تمام کارهایی که ما میکنیم نیست که ما هم یک مسابقه داریم که در عوض امید، شادی، نشاط و حرکت رو به مردم برگردیم و اجازه ندیم که این ابر تاریک و سیاه ناامیدی و وحشت سر جامعه رو بگیره. این مسابقه ایش که اگر هر طرف پیروز بشه نتیجه نهایی رو برده. به همین دلیل حالا برمیگردم سر اون تقسیم بندی که داشتیم. عرض کردم سه دسته ما کار داریم. دسته اول فعالیت هایی است که همه مردم درش مشارکت میکنن، مثل الله اکبر شب گفتن. من استدعام این است که درست صداتون مثل من ممکنه گرفته باشه از بس که حرف زدین یا داد زدین، ولی نمیدونید که چقدر مؤثره و چقدر روحیه طرف مقابل رو ضعیف میکنه وقتی که میلیون ها نفر روی پشت بام ها سر یک ساعت معین شعار الله اکبر یا حسین میر حسین میگن و این اتحاد رو با هم تمرین میکنن، یا همون مسئله شمع روشن کردن و یا امثال هم، یا راهپیمایی یا تحسن عمومی که توسط رهبران جنبش اعلام بشه. این قبیل اکسیون های عمومی اکسیون هاییست که مقاومت و یکپارچگی ملت رو افزایش میده. هر شب ما این ابتکاری که در ایران هست تمرین میکنیم این کار رو با الله اکبر گفتن. هر از چندگاهی هم که رهبران جنبش تشخیص بدن مثل الانی که نیاز به یک مانور قدرت جلوی کودتاچی ها هست، اونجا هم با شرکت در یک راهپیمایی بزرگ و حرکت توی خیابون یا یک تحسن بزرگ و امثال هم، این رو میتونیم نشون. اما دسته دوم همجوری که شب گذشته عرض کردم، بخش دوم استراتژی ما فرسایش دادن به کودتاچی هاست. فرسایش دادن به کودتاچی ها دو بخش داره. یک بخش اونیست که سمت ملت، یک بخش اونیست که در سمت کودتاچی ها اختلاف و فرسایش ایجاد میکنه. سمت ملتش عرض کردم اکسیون هایی که به قول دوست از ماهای مخمل باف، ببخشید باز من اینو میگم، به اکسیون های بیلاخ معروفه. در واقع شما دست میندازین، اونها هی میخوان بگن ما گردن کلفتیم، ما سر همه رو میبریم، همه باید از ما بترسن. با یه دونه بادکنک ساده، با یه فیکساتور ساده، با یه شکلک ساده، با یک شوخی، با یک شعر، با یک جوک، با یک عرض شود که متلک، شما بادش رو میخوابونید و در و دیوار رو در واقع پر میکنید. با یک عرض شود که کیک مثلا قلابی که حالا توی یکی از کشورها درست کرده بودن برای سالگرد تولد رئیس جمهور و هاکذا. یک بخش از این اکسیون های فرسایشی مقاومت منفیه که در قسمت قبلی کمی راجعش صحبت کردیم. مقاومت منفی طیف گسترده ای داره. مقاومت منفی شاید از قهرمانانش گاندیه که از بنیانگذاران مبارزات بی خشونته. مقاومت منفی عبارت است از نکردن یک کاری، جایی نرفتن، یک عرض شود کالایی رو نخریدن،
اینها انواع